حالتون چطوره؟ به یه اپیزود فوق‌العاده داغ تنور به چسبون خوش اومدین. همونجور که از اون اینتروی سمم دیدین میخواییم بریم امروز براتون سراغ فیفا 22، همین تازه اول کار. شاید بگین آقا هنوز که بازی نیومده، شما چطوری داری بازی میکنی؟ همینجا بهتون بگم که آقا EA Play یه دونه به قول من رو ویژگی گذاشته برای کسایی که عضوش هستن که بتونن یک هفته قبل از ریلیز رسمی بازی 10 ساعت خود بازی رو، ببینید دموش نه، خود کامل بازی رو امتحان بکنن که بعد کامل بازی رو دانلود بکنید. تقریبا حدود 40 گیگ بود که این کارو کردم و گفتن که همین اولین روزم هم که داغه بریم براتون ویدیوی بررسیش با پیجمان رو ببینیم چطوریه. دیگه این اپیزود میدونیم که اپیزود رسمی سهنده، یه سلطان فیفا به قول قاضی. واقعا دیگه انقدر دلم تنگ شده بود دیگه نمیدونم. اصلا دیگه معلوم نیست دیگه چی کارا بخواد با این بازی بکنه دیگه. همینطور که گفتش میدونین که این بازی الان یکم هنوز مونده تا ریلیز کاملش، یعنی روز ریلیزش نرسیده، ولی خب همین فیچری که یه پلی گذاشته باعث شده که ما بتونیم این بازی رو به قول سهن بچسبونیم به تنور رو بریم براش. خب فیفا باز نبودی پشما. من اصلا فیفا رو خب میدونی اینجوری بوده که پاسکاری بوده دیگه. من پس بیشتر بازی میکردم، یعنی از اون اولش بخوای حساب کنی وینینگ 11 بود. آره. اسمش بود، روم بودم دیگه، حالا به هر حال نمیدونم دیگه، دوروبری هم اون شکلی بودن، منم احتمالاً همون رو بازی میکردم. کلا خیلی فوتبالی نیستم واقعیتش بخوای، آره، ولی مثلا بازی کنم ترجیح هم با پس بود. البته یه چند وقت پیش میگم بچه‌ها ایکس باکس گرفتن و فیفا رو امتحان کردیم. فیفا همین فیفا بکنم 20 دیگه، 21 آره 21 همی آخریشو یکم بازی کردم، دیدم هم دیو زدن توش راحت تره، همین که یکم بازی نرمتره، گرافیکش هم که خب همیشه یعنی فیفا یه سرگرم بوده مالتر. آره چون اصلا انجینش قوی تر بوده دیگه. این یکی رو بریم ببینیم که هنوز منم ندیدم هیچی ازش ندیدم. سریع تر بریم تا بیشتر از این دیگه بچه ها رو معطل نذاریم. 1 2 3 بچه های همون منوی اصلی که بازی که داریم میبینیم به به پس همین دیگه میدونه طرف داره چلسی، پلیسیش میدازه به صفحه دیگه چی میخواییم دیگه؟ اصلا دستش درد نکنه. از کجا فهمیده تو طرف داره چلسی؟ اونجا اولش دیفالت داره دیگه پروفایل مثلا میذاره، ولی خب دلیل نمیشه که هر تیم انتخاب بکنی بازیکن چی بندازه، کلا سه چهار تا بازیکنه، ولی خب امسال چلسی هم توشون بوده چون پارتنرشیپ داره با ای خب دیگه دیگه التیمیت تیم که دیگه همه خودتون میدونید دیگه بچه‌ها اش، یعنی کلا بچه‌ها فیفا بازی میکنن بهش التیمیت. امسال هم یه تغییرات التیمیت تیم همونیه که توش کارت و اینا کارت و اینا، چون من واقعا دیتای ندارم نسبت به این التیمیت تیم، حالت به قول معروف هیبت کارت میده، تیم خودتو درست میکنی دیگه، بعد آنلاینه دیگه، مثلا کریر هم هستش که اونجا با بازیکنای واقعی این کارو میکنی، یعنی اون دیگه آفلاین، یعنی مثلا اینجوری میشه که مثلا کارت رونالدو رو آزاد میکنی، مسی آزاد میکنی، نیمار که حالا اینا همه میدونم لژندری ان، خیلی سخت آزاد. حالا اینا که حرفتو زدی چیزی بگم باورت نمیشه، امروز صبح دقیقاً همین امروز صبح یکی از دوستای صمیمی به هم یه دونه عکس فرستاد که همین امروز از پک رونالدو درآورده. آها اصلا ببین ما کپ کرده بودیم، یعنی خود الان رونالدو نزدیک 1,800,000 تا میارزه که اصلا یه رقم عجیب غریبه. اصلا من دیدم گفتم مگه میشه پولی دادی میگی؟ 1,000,000 پول تو بازی؟ نه پول تو بازی 1,800,000 کوین. آره ولی خب همین الانش هم حدود 300-400 دلار میارزه، ولی به صورت چست در آورده. آره دیگه توی SPC بچه ها میدونن SPC بازی میکنی. حالا این کلا منوی اصلی پرو کلاب اینجوریه که دیگه مثلا حالا تغییرات عمده و اصلیش هم اگه بخوام به بچه‌ها بگم، یه تغییرات خیلی باحالی که کرده اینه که شما توی قسمت استورش دیگه هر روز میتونی یه دونه پک رو پریویو بکنی. یعنی مثلا چی؟ اینجا شما یه دونه پک داری، خب پکو یعنی قبلا اینجوری بود که پکو می‌خریدی باز می‌کردی توش هر چی داد بهت داد. الان بهت روزی یه دونه وقت میده که یه دونه از این پکا رو توشو ببینی، اگه خواستی بخری نخری. اگه خواستی نخری. چند تا توشه؟ ببین بستگی به پکه داره دیگه، هر پکی الان دو تاییه. الان این مثلا الان یه دونه پریمیوم گولد پک پریویوش بودش که من اینو انجام دادم. الان ببین مثلا پریویوشو مثلا بزنیم مثلا به این صورت، مثلا این میگه آقا تو این پکه اینا هست، مثلا برام الکسلس مثلا برزیل مثلا چیزو داده بود، منچستر رو داده مثلا، یا اینو میتونی بخری. بعد تو 24 ساعت هم که اینا ریفرش بشه وقت داری که اون پک رو بخری، اینجوری نیست که همون لحظه مثلا آره یا خریدی نخریدی میره یه پک جدید. آره دقیقاً همین طرف فکر کنم همه بازی این کارو میکنن، اسمشو میذارن بتل پس و امثال این چیزا، اونم یه سری هیرو میرو میاد. ای پول درآمد اصلیش از همین التیمیت،
آره. دیگه تغییرات آنچنانی هم که اگه بخوام بتون از التیمیت بگم اینه که دیگه اون پک باز کردن و ایناش هم دیگه اونطوری طولانی نیست که شما رو دق بده، قشنگ درجا سری، مخصوصا اگه واکت باشه که همون لحظه بازیکن میاد تو، اگه هم نباشه که همون لحظه براتون میگه که آ کیو درآوردی، دیگه صد نشون نمیده که اینو. این تغییرات اصلی التیمیت و افیودی چمپیون هم اگه بخوام براتون بگم اونجا هم یه سری اتفاقایی افتاده که خیلی جالبش کرد. افیدی چمپیون مسابقات رسمی، حالا ما میگم بریم تیممون اینجا انتخاب بکنیم تا من بیشتر برای بچه ها در این توضیح بدم. افیدی چمپیون من ولتارم دیدم، ولتارم خیلی باحاله دیاره، فعلا بریم یه دست کیکاف بزنیم با هم، بزنیم ببینیم که چطوری. داشتم اینو میگفتم، افیدی چمپیون یه تغییر بزرگی که قبلا 30 تا مچ بود یعنی توی فیفا 21، الان کردن 20 تا مچ. ولی خب شما وقتی که کوالیفای میخواین بشین براش، باید بعد اینکه کوالیفای شدین 1200 پوینت که جمع کردین، باید 9 تا بازی بهتون میده که از اون 9 تا 5 تاشو ببرین، 5 تا رو که وین بگیرین تازه وارد افیدی چمپیون میشین. ولی خب دیگه پکاش خیلی خفن شده، جایزهای مشتی میده و خیلی وارد چمپیون بشین، آره چمپیونز به قول معروف بشین. و اینکه کوینا هم کلا تو جایزه‌ها کمتر کردن، پک‌های بازیکنی رو بهتر کردن. خب آقا ما بریم اونور، شما هم برو اونور بزن. و اینجا من نمی‌خواستم چیزمو تغییر بدم، کنترلمو نه دیگه، درسته دیگه. خب الان بعد یه دونه کرییت بکنی، اس بزن، آربیتو بزن، آره بزن پیجمان، پیج خالی هم بزنی، هم بزنی هند. خب من که دیگه چلسی دیگه، شما هم که دیگه نمیدونم، یه رئال میخوای برداری با تیشرت یکی باشی دیگه، بردارم دیگه، برو عشق رونالدو داری، برو اسپانیا دیگه، برو تا اسپانیا بزن عشق رئال. نه به خاطر لباس هم که شده و اینه که میتونم برم منچستر جگر رو انتخاب، برو سراغ رد کرد دیگه. آره اونم اسکواد بتل هم خیلی سخت‌تر شده، یعنی مثل قدیم راحت نیستش. اس پی سی هم که تو همون وضعیته، لباس هم که تفاوت قد و فقط هیکل لوکاکو و مودریچ انگار اینجا یکم عملیه، معتادان نمیگه از سر محمد، حالا شما معتاد نیستن چی با اون یکی دیگه ته قده دیگه، دیگه لوکاکو دیگه واقعا دیگه بلدوزریه. ترکیب از این که... ترکیب هم تغییر نمیدم، ترکیب فیکس میخوایی با هازارد ناکن، ببین بچه با خودش شکار کرد واقعا، چلسی رفت از عرش به فرش، از عرش به فرش واقعا، از عرش. بیل دوست نداشتن، بیل هم که فقط میره پول میگیره و گلف بازی میکنه، میره گلفش بازی میکنه. خب من نه همچنان بلیه... کسی توف غیرتش نمیدازه یه مقداری دیگه. من هم هنوز خبر نداریم که ترکیب ها توی فیفا 22 چجوری جواب میده، ولی خب دیگه یه حدودی تغییرات ریزی بدیم. من هم برم ببینم پایین کیو نزاشته توی چیلول هم دو دوتا چی هم؟ دوتا نوزاد هم واقعا هم 16-15 سال هم دیگه، این که دیگه اصلا به دنیا نیمده هنوز. این چیزو تو بزن، آره تو بزن بدیم چند سالشه ناکای. آها این آرسه تو بزن، آر اس هم آر اس برای ما آرسه 17 سالشه ببین، درست به سن قانونی هم نرسیدن، 17 و 18 دو دوست جوان هستم، یکی هم 20 سالشه. خب کوواچیچ پولیسیچ، من هم اینجا یه دونه زیک بذاریم، این برم یه ورنر بذاریم، پولیسیچ هم دیگه برم برای تعویضی دیگه. حالا یه چیلول نایی بردم دیدی، من هم اینجا هیچ کس خاصی ندارم که. حالا بریم کنن، رئال دیگه در دوران اوجش نیست بچه ها، تکتیک هم که بالانس بریم و اسلو بیلداپ هم که فست بیلداپش بکنیم. الان یه سری رئالی میام میگه چرا اینجوری رفتار کردی، ما خوشمون نیام، ما خوشمون نیام، ما ناراحت شدیم. داداشمون هم استی بک بذاریم، هم پلی استیشن بریم. خیلی دیگه داره رسمی بازی نه به خدا، من فیفا 21 اصلا بازی چی بزنیم الان بی بزنیم الان، آره بی رو بزن بیار، برو بریم پلی میچ، برو آقا. یا نه انگار به نظرت میشه اون وقت در چیز گذاشتن اوینا رو هم که بشه، من یه پاس بهت دادم، حل که من هم بازی کنه تو دستمه. نه دیگه، آره دیگه ما یه تیمو میاره دیگه، دفاع چیزه، دفاع رو برو بریم. بح 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 اسیان ها، اسیان ها که یادت هست آن دیگه، واقعا هم بازی کنه چیز نیستن، تماشاچی ها نیستن توی چرا چیز گرفتن دستشون، این پلاکارد نه اصلا بدون تماشاگر فایده نداره بابا، الان که دیگه فوتبال واقعیش هم که اومدن دیگه بابا، آره واکسنشون رو زدن و انگلیس رو مگه نمی‌بینی؟ به به آقای دریک ریو چقدر واقعا اینا توی یه چیز شماست دیگه، تو زمین شماست، آره فکر کنم نه استنفورد بریج نیست چیزه، چون فینال یو سی ال تو طرف بود دیگه، طرف خودتو ندیدی مگه؟ نه ما طرف شما رو دیدیم، نگاه کن همه این شما این دیگه حسابی این مر شما این مر شما
این حتما داور یکم به نفع گرفته از هم نیاد. اینجا ببین، اینجا ببین که هیچ شخصیت آشنا یعنی یه کاسمیرو، کاسمیرو آلابا اومده یه خرید خیلی خفن کردن دیگه، ناچو اونم. این آدم که بیشور ترین آدمه. چرا بیچاره؟ فقط بیا دیگه الان میاد تو بازی ببینه. آش کریم هم که دیدید ایران قوقا کرده این فصل. آره. واقعا قوقا کرده. چهارمین گل برتر شد. اصلا دبل داره همینجوری میکنه تو بازی پاس و گل و گل و فلان و اینا. این ورنر فقط ما رو، یعنی ما انقدر عاشق این بازیکن بودم ولی انقدر داره خرابکاری میکنه اصلا حالمون رو گرفته این بازیکن. عجب. خدا کنه که این کارو نکنه. این بازی فیفا جیجی دیگه نکنه. حتی دست توه دیگه. اینم که یه دونه چیز بود دیگه، یه نیمار فیک بود. آزاردم حیف. آره واقعا. الان با داره هم تیمیاش دست میده دیگه. کانته جدی داداش کوچیش نوکرم زیاد که ندیدم لوکاکو سی ان هم که دیگه بعد دراگبا رو میذاشتن دیگه. خب اینم دیگه اینجا بگذاریم برو بریم. ببینم همه چیم درسته به نظر. آقا بازی دیگه امسال دیگه فقط شده چی؟ فقط شده پاسکاری. یعنی دیگه مثل قدیم پیسینا اونقدر مهم نیست، هر کی پاسکاری خوب بده عالیه. کم دفاع فیفا برای من سخت مشکل داره. کلا فیفا که دفاعش به نسبت سخت‌تر به حساب میاد، مخصوصا اگه بخواد یه کسی که آره مادر فیفا باشه. نه با من به خود از فیفا 21 بازی نکردم، برای اولین بار من از فیفا 8 خریدم تو فیفا. آها ببین یه اتفاقی افتاده، فکر کنم پاسم شوت میزنه. جدی داری؟ آره. یعنی خیلی هم قشنگ میکنه. خب تو چیز یه راسته آلت درسته؟ آره دیگه. تو به جای کاستوم آلترنیت بذار، آلترنیت خود پس. نه درسته، درست شد الان، درسته اون ورچی. آره. دفنست هم درسته دیگه، درسته دیگه. آره. این تکله نه اون ساید، این تکله درسته. آره. برو بریم امینه. آره. هم میگم یه چیزی درست نیست، چرا من الان دارم پاس میدم اون میشوته. برو بریم. حکیم زیک داره میره. دروازه‌بان هم خیلی سوپر شدن. آره دروازه‌بان تو فیفا خفن کار میکنن. دوباره داور هم خیلی لوس نیستش اصلا که. ببین داور تو پس فقط داره سوت میزن، یعنی دیگه حالت از بازی واقعا به هم میخواه. اینو جدی میگم اصلا نمیدونم، ولی امسال دروازه‌بان ها وحشتی بود. فرقی نمیکنه نویر باشه چه میدونم کورتوا باشه، همه سوپرن. چه پاسکاری وای توی دروازه، ولی توی دروازه. عجب گله روملا لوکاکو. بچه ها نگران نباشید، این گله لاشخوری ما بر میاد. واقعا روملو اصلا ببین اون سالی که من یادم دیگه 2013 بعد اینکه پنالتیش توی سوپرکاپ جلوی بایر مونیخ خواهد دست داد و همون موقع رفتش از چلسی، اصلا دل من به این بچه اصلا خون بود. ولی امسال هم که دوباره خریدنش من خیلی دو دل بودم، ولی دیدم نه چی کار داره میکنه تو واقعیت. تو فیفا هم که یه تنه، یعنی اون موقع میگفتن این دروگبا آینده است. کون پاس میده؟ نه خب ببین یه ذره کلا بازی که به نسبت پاسا عوض شده به نسبت. آره. همین نسخه 21 ها ببین کلا باید پاسکاری خیلی پاسکاری ریز ببین ریز. اگه مثلا فکر کنم قسمت ترینینگش رو بچا ببینین خیلی کمک میکنه، مثلا که ترینینگ این دفعه خیلی بوست شده. اگه گل بعدی رو بخورم دیگه حساب نیست. خانم شوک فرناندز، من چقدر دوست داشتم واش من گزارشگری فوتبال بکنم. آره اصلا خیلی توی حتی ما یه سری اوایل ویدیوهای تولید محتوا می‌کردیم، بعد این حالت وایس ها رو بعد روی ویدیوها می‌گرفت. بعد من نمیدونم چرا انگار شده بودم عادل فردوسی پور، داشتم گزارشگری فوتبال می‌کردم مثلا روی برنامه مثلا چه می‌دونم ادیت عکس. آها بری توی این مسابقه و این ضبط رو بزنی روی کات کلیک بکنی. آها من خودم بودم حالا ببین چیکار می‌کنه این بازیکن تو فتوشاپ. آها من خودم گفتم بابا چرا من اینجوری ادیت سنگینی می‌زنه. حالا این افکت رو ببین خدا لعنت کنه. بعد دیگه انقدر بچه‌ها گفتن دیگه اون سعی کردیم تا حدی اصلاحش بکنیم. آره ولی دیگه اینجا میخوام اینجا یه قشنگ اینجا چه سوتی میخوام بدم برو بریم جی کاسمی رو پس میده به مودریچ. بریم این گرید بیل چقدر اوورالش آوردن پایین، اینقدر که آدم بیشوریه دیگه واقعا دیگه. بابا کن توی گولف فکر کنم 23 بیاد. عجب چیزی میزنه. یکم مشکلات من اینه که ببین این کاری که میبینی سانت میکنی و میخوای گل بزنی، این کار اصلا تو فیفا بچه ها کنسل کامل شده.
یعنی شما به هیچ عنوان نمیتونی بغل ساند کنی. حالا میشه حالا احتمالاً گلش، ولی احتمالش خیلی پایینه. الان کلا کورنرها کلا خیلی تغییر نکرده نسبت به فیفا قبلی با فری کیکا. نه کلا تو فیفا رو میگم، پروسه فیفا آره اینجوریه. با پس منظور. آره پس، ولی شما همچنان تو پف پف میام. پس جدید هم میتونی اون کارو بکنی. باز هم امکان این که بتونی گل بزنی هست. پس هم که اوه. من این ببین من همش یه دونه تکنیکی داشتم، الان دیگه نمیدونم متو جواب میده یا نه. یه تکنیکی مورد خوری بود. اینجا بازیکن‌ها میچیدن و اینا رو میبردم. بعد که میرفتم پاس میدادم به یکیشون. تو الان دیگه نمیدونم کار میکنه یا نه. ولی تا حدی باز به نسبت بعد چپ پاپ من اشتباه زدم دیگه. الان بعد اون یکی راست پا میذاشتم. دفاع رو این بازیکن بسته جوری که نمیتونم بازیکن رئال. ولی ایدن هازارد جا میذاره این بازیکنو. ولی مندی کی بود این اصلا؟ اینم که خیلی جالبه. خب اینجا آقا یارو میبینه، خب میاد اونجا باید مهم میزن دیدن بعد دروازه‌بان رو ببین نگاه کنی راست میگه. واقعا خفن دروازه‌بان ها دروازه‌بانی میکنه اصلا خیلی عجیبه. حالا در درسته که حالا فیفا بعد یه ما دوباره یه آپدیت میده همه چی عوض میشه، همه چی رو گند میزنه. آره ولی خب کلا دیگه تا یه ما همینه وضعیت، اگه میتونی مطمئن باشی. اوه حاج کریم، حاج کریم گل بزن تو قهرمانی. قهرمان کانته چقدر خوبه. نمیدونم شما باش آشنایی داری، ولی واقعا کانته یه تنه داره هافبک چلسی رو جمع میکنه این مدت، یعنی از اولی که اومده. ولی بیچاره نه یکم از میادین به دور بودم. او ماشاءالله خیلی موقعیت ساختن سخت شده. حتی یکم میگم بعد تو این بازی یکم را بیافته. آره دیگه ما هم که دیگه نمیتونم بار بذاریم هم دیگر بکنیم. لوکاکو خیلی هم این یارو گزارش کرده رو من دوست دارم. اینا حالا عوض شدن، قبلا آلن اسمیت بود اینا بودن، مارتین تایلر بود این دوتا، یعنی کلاسیکا مارتین تایلر و آلن اسمیت بودن. اینا رو بردن دوتا دیگه. نه دفاع اینجوریه که با شوت دفاع میکنه دیگه، یعنی اونو میزنی یه پا میندازه. آره دو حالت چون داره موقعی که این دکمه ای رو میگیری که در واقع پاسته که نه اون دیگه مثل قدیم نگر میداره. آره خودش آره فقط ببین الان دفاع اکثرا اسلاید تک شده که همون تک سرپاییه که با به قول معروف دایره است توی دسته من که برای تو میشه. آره میشه همون شوت هم دیگه. برای من برای اونی که اسلاید تک زمینی تکل میزنه اونم که یه خطریه دیگه، اونم یعنی خودت خیلی مطمئن باشه. ببین مثلا اینجوری نه مثل من که بزنی. حالا این به نظرم کارت میگیره. آره چون سنگین بود خیلی هم کارت قرمز دارن راحت میده بچه‌ها میگفتن. حالا من که تا حالا نگرفتم. من حالا تو فیفا قبلی که میگم برعکس اتفاقا این فیفا میگن که یه مقدار کارت قرمز و راحتو میده. حالا منم خودم تجربه ندارم، بچه‌ها میگفتن به، ولی در کل اینجوری شده. آج بهش بان گول بزن دو غره. ای بابا ریال بازی کنه حتی جون ندارن جلوی یارو بایستن افتاد زمین. اوه چی لوکاکو که چیز بازی میکنه قشنگ فوتبال آمریکایی با این هیکل. لوکاکو 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 بابا یا الله یا الله حبیبی لوکاکو. این همومی که قدش خیلی آره اصلا تو حرکت ببینی اصلا این واقعا ناکت یه تنه بوم بوم. آره دیگه من خدای تعادلش هم به هم زدم گفتم نگیره. فیزیکی که امسال روی لوکاکو گذاشتن واقعا رویشکی نیست. اچای آلتیمیت باس سری پولا رو جمع بکنین لوکاکو رو بخرین که خوب چیزیه که لوکاکو همون آهنگ لوکاکو گل بزن تو قهرمانی داره. بله ماشاءالله گرت بیل هم که دیگه بکشش بیرون تعویض کن گرت بیل. واقعا گرت بیلو بکشم تو پایان نیمه اول میزنه داور 6 دقیقه دیگه بازی داره. 6 هر نیمه. آها هر نیمه 6 دقیقه مثلا. اینجا هم که دیگه مشخصات اینطوری میاره در صد موفقیت دریبل و شوت اکوریسی و پاس اکوریسی و اینم که برام خفن بوده. تعویض نمیخوای بکنی؟ من 100 بود اون وقت فکر کنم یه دونه شوت زدی تو چارچوب بوده دیگه به خاطر آها برنامه اون شکلی بوده. یکم عوض شده، یعنی یکم که خیلی عوض شده. بسیار فیفا 23. آره فیفا 23 گفت واقعا خیلی بازی نکردم. یعنی شاید مثلا اگه بازی کنی حتما متوجه میشی، مخصوصا تو قسمت پاس.
یعنی ببین پاس خیلی پروسش عوض شده. پاس که آره فقط تو این تو این خیلی عوض شده. لوکاکو بزن لعنت چی وای گل زاویه بسته دیگه خداییش. تیم اورنر بالاخره اینجا رو مود زمین انداخت. بسره بزن بهش کنم اون لعنت به اون ذاتت. تیم اورنر اینجا دیگه اصلا تیم اورنر توی واقعیت مثلا این عمره نه گل میکرد. حتی این بازی که من دارم میکنم اگه با ای آی بازی کنم انگاری که دارم با گوره بابای تاپ پلیر بازی میکنم. واقعا که اصلا واقعا که اینطوری نیست. میخواد شکسته بندی بکنه ولی بابا این اصلا پاسا ببینم فول دفاع اتوبوسیه. نه یه پارک دواس مارک دواس رو برداشتن بیچاره. یعنی این دوباره گل میشه دیگه احتمالاً. نه کانته بیچاره چودش پایینه. آ یه نکته ای که اشاره کرده بودن راجع به فیفا اینه که یعنی خود فیفا بهش اشاره میکنه که اگه میخواین شوتی چیزی کاری انجام بدین باید قبل محوطه جریمه این کارو بکنید. ببین کلا الان یه جوریه که شوتا و تک به تک اینا یه ذره کلا چون دروازه‌بانم سوپر شدن سخته. یعنی ولی باید دیگه شانست باشه دروازه‌بان یه اشتباهی بپره یا ریباند بزنه. یه قدم کرده باشه گل اولام که ریباند بود. آره. گل سوم هم ریباند بود. گل دوم هم فقط ریباند نبود. گل اول ریباند بود. آره. آره دیگه زد گرفت دوباره برگشت زد. این بازیکن حرکت نمیکنه. اون بازیکن. برو برو. ایدن آزاد. ایدن آزاد بابا خودمونه گل نمیزنه به ما. داری مثلا چانس به من میدی؟ نه بابا چانس چیه؟ بابا چانس. کوواچیچ یکم میره این بازیکن یکم بعد دفاعشو خودش یه کاری بکنه دیگه. خیلی دفاعش دستیه. لوکاکو برو برای هتریک. یه دریبل زیبای تو سری برو 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 برای هتریک. لوکاکو از روی دروازه‌بان رد کردش. خیلی حرفه‌ای زدی گلو. چی خوشحالی نکردم خوشحالی نکردم. ببین این حرکت یعنی خوشحالی نمی‌کنه. چرا مثلا سن چه من حال چهار تا زده دیگه خوشحالی نمی‌کنه. آره یه ولمون کن دیگه بسته دیگه. حتی من خودم میزنم که خوشحالی نکنه. آها آها یه خودت سلبریشن تو خودت نخواهی دکته داری که آره بتونی نکنه. هرچه این بازی حساب نیست بس دیگه چون چهار تا گل زدن یه جوری لاشخوری حساب. این تکو ما ریموف میکنی بابا من عزیز من 12 سال دارم فیفا بازی میکنم. آره. پس بازی میکردی من هم 12 سال پس بازی نمیکنم. 2 سال مثلا پشتم هم تازه نه خدا کلیش که دیگه راستشو بگو چیز نکن. آقا بده دیگه توپ خدا کلیش. اون لوکاکو رو بچه ها خطا کنین روش. لوکاکو رو مصون کنید بره. خطر رو لوکاکو. بله بچه ها میدین جون ندارن حتی را برن. چجوری هم بده آزاد بده آزاد برو خودش میره. کیه این آلاباه؟ آلابا هم عجب خریدی بود از این پایرونیخ گرفتینم. این شوت علکی بود کاملا و با ما دانسته این که میدونستیم این چطور. این لوکاکو رو میخوام خطا کنم این دفعه روش. ورنر رفتی این گل نمیشه. مطمئن باش این گل نمیشه. اصلا ورنره بابا گفتم ندیب بهت گفتم. بخاطر اینکه زد تو تیرک دیگه بدبخت دیگه. اصلا همون دیگه اصلا ورنر همینه. خوب زد که خدایی. نه ورنر همینه بیچاره دیگه. یه بیشتر از این چیز پایه. لوکاکو ولی میزنه برات. دیگه امار بچه ها به غیرتشون 2000 آها ببینین چه پاس خوبی دادن به سهند. این بازیکن برو برای اوه اوه بیچاره هازارد هی در میره هی نمیاری یاد ببر بابا یه گل بزنه هازارد به تیم سابقش برای خوشحالی نکنه. هازارد به تیم سابقش گل بزنه خوشحالی نمیکنه. بعد کدوم دکمه رو بزنی خوشحالی نکنه. حالا گل بزنی ال یک دایره بده من بابا. لوکاکو سیاپوس. لوکاکو میخواد بره برای پوکر. من با ریسیستیم من با لوکاکو من با لوکاکو پوکر نکنم بده نه ما داره به همون زور میاد. تبلیغای پلیستیشن رو ببینیم بقید. آره ما داریم با پی سی بازی میکنیم تبلیغ پلیستیشن میبینیم. عجب بازیه. برو رو دیگر. اوه داشخورا توپا گرفتن. آقا لوکاکو آقا لوکاکو رو بزنین. نه مرسی لو مرسی دروازه‌بان نیمچه غیره دروازه‌بان کورتوها. اونم دروازه‌بان سابقه چلسی بوده. اونم اصلا اون رفت که ما داریم با تیم قبلی خودمون بازی میکنیم. بچه ها اینجوری که سهن داره اعلام میکنیم. نه جدی آزار دو این پاس خدایش هم جیز محضرزای خدا دادن. محضرزای دخترم تو تو گله بپ لوکاکو لوکاکو دروازه‌بان رو بار گذاشته. دروازه‌بان داره اعلام ناراحتی میکنه.
بله بذاریم بیلو با هر خری شده عوض کنیم. با هر خری برو بیرون فقط بیش شرف. منم کوواچیشو کشیدم بیرون، ساول آوردم. ساول ببینین خیلی هیکل لاغر و وای لوکاکو چه ایدی. ساول چیز شد؟ ساول این فصل قرضی ساله از اتلتیکو مادرید اومد، از رقیب امیر آل مادرید. اتلتیکو مادرید کانته بی باز دید. خیلی زیاد نیستین تو دفاع. من کلا ترکیب الان 5-2-3 چیدم، یعنی 5 نفر دفاع. من دیگه خودم دارم میام به سمت دروازه خودم. خود لوکاکو یه تنه توی چیز، یه تنه توی دفاع. برو ساول، ساول یه دبیوت گل بزن بچه حال کنن. کانته رو ببین، کانته. اوه کانته بچه ها رفتن تو پایان. لوکاکو باز دروازه‌بان بدبخت نجات داد که دیگه گل پنجم رو نخورد. چه وی‌آری بود. آره اینش هم من خیلی حال کردم. آره. خیلی طبیعی این کاراشو میکنه. بعد بحث میکنن با هم دیگه، خیلی بامزه. چه دیپلی؟ خوش مشکله به سر پاسو بده. یعنی این مثلا نمیره مال تو میرسه، چه جوریه داشت دیگه بود. هازارد هم مثل قدیم خوب نیست دیگه بیچاره. آره دیگه آتاش خالشون رو میدن اینجا. ببین این توپرم که سر را میگیری هم باز من وارد نیستم به این ماجرا. چرا؟ ببین مثلا این الان خودش گرفت و اینه من نبودم تو این ماجرا. ببین یه دکمه ای به حال باید بزنی که اون کارو بکنه دیگه. تا عدی اگه تموم شد یه آخته قبول کن بجم. نه ما هنوز میخواییم یه اقدام اونو بکنیم. نه میده ما یه گل میمینیم. تمام آقا، آقا گلبانگ فیروزی رو به تبدیلیم. ما خیلی چیزیه، آدم های منطقی هست. دعوت کرد. بله خوشحالی بی دلیل این تیم آبی پوش رو میبینیم. البته چون این تیم آبی پوشه کاملا احترام میذاریم. همونطور که میبینی لوکاکو چیکار کرد؟ لوکاکو واقعا برنده این بازی بود و شیخ دیاباته این بازی لوکاکو. تمام قهرمان چمپیونز لیگ هم که شدیم برای تو. و بهش من میگم تا اینجا اومدیم بریم یه ولتا هم بزنیم یا همون فوتبال خیابونی خودمون ببینیم که خدا ترین بخش واقعا. اصلا از وقتی اونو اضافه کردن به بازی اصلا یه رنگ و بوی دیگه بازی گرفته. من که خودم شخصا این قسمت رو از همه بیشتر دوست دارم چون یاد فیفا استریت قدیم خودمون میندازه. اصلا دقیقاً صفایی داشون بازی واقعا. حالا دوست داری هاوس رولز بزنیم یا سینگل مچ بزنیم؟ سینگل مچ یه جوریه که بازی کلاسیکه. هاوس رولز مثلا یه جوریه که مثلا میزنی مثلا هر کی گل زد یه بازیکنش کم میشه. دوست داری اینجوری فانتر باشه؟ هر چی تو بگی. هر چی تو بگی. بزن بزن ببینین که به من تا حالا نیدم اینش. خب بریم ببین مثلا چند مدل داره. سوروایول داره مثلا. زامبیا میریزن سرمون. نه مثلا مثلا هر کدومش مثلا یه جوریه ولی مثلا این آره ولی هر کی یکی گل بزنه یکی از تیمش میره بیرون. سخت‌تر میشه کارش. میخوای اینو بریم برای تو خیلی خیلی به نفع توه. آره عجب. آقا این سری دیگه من چلسی بر نمیدارم بریم یه تیم دیگه. ولی من منچستر یونایتد رو برمیدارم. تو دیگه به عشق عشق جگر گوشه رونالدو برمیدارم. یه همچین کولی چیدم برای خودم حال کنیم. جرمانی ورسز منچستر یونایتد بچه های سیسه جیهون کارو. اوه عشق کیسون دوی ما اینجوریه. سلام منتظرم گل بزنم. اوه بچه سنگ فرشه کف خیابونم تو که میبینی سنگ فرش بازیه. میخوام فقط دریپ برم برات. یعنی اینجا دیگه اصلا فقط دریپ بازیه. بده من خوشله. درست دیوار گذاشتیم ولی دیگه حالا دلیل نمیشه دیگه بزنید بالای دیوار. کی بود من زدم؟ بله آره دیگه داد به تو دروازه بانت هم داد اینجورو به نظر می اومد. اوه تی تو بچه تی بگیری فقط. سانتا مونیکا نویر دروازه بابا اینجا داره. ببین چه آها دروازه بان گرفته. دروازه بان گرفته تی. واو
رودیگر برو برای برنر باشه که بچا دیوار داشتن این داستانا رو هم داره. آره دیگه هشم اینجا مقاومت بدنی بچه ها حرکت رو دیدی؟ چه حرکتی زد؟ بذار ببینیم ریپلیش رو پس فکر نکنم سلیبریشنش رو نشون بده. چرا؟ نشون میده؟ آره رد کردی؟ نه خودش رفت لوریسانه رفتی ببینیم این چیزاش خیلی با حال خدا هلی تو که میگفتی به نفع توه با به نفع من نیست هلی که گل بزنه میره بیرون اونجوری بود که خیلی راحت چیز میشه نامردی بودی. آها من الان تو الان رفتی بیرون از پسر با کیسوان لوی گل نزنم چه فرقی میکنه البته دیگه فکر کنم شانسی میره یعنی جوری نیست که با هر کی گل بزنی گل بیرون قبلا اینجوری بود الان گل پاره بگیرین بزن دیگه تو دیگه خطا هم مگه داره آره این که اینو نگاه کنین بچه این کمدی ترین بخش فیفا من الان میخوام بذارم اونجا این نگیره نه نه میتونی خاموش کنی بابا و الان دیگه نمیدونم کجاست که خب بعد او دیگه یا اون روشنش کجاست خودش زد یا اون یا اون دیگه اوچ هله ببینی این همینجوری محض رضا بچه ها بدین توپا محض رضا بازی هم تو میلان ظاهرن ها برای بچه ایتالیان ها اوف چه دروازه‌بانی میکنه این نویه قبول داری؟ تو رو خدا خودت قبول نداری این موضوع رو که بهترین دروازه‌بان جهانه به نظرم الان الان که یه ذره افت کرده ولی حالا دیگه یه ذره افتش و خداییش بعد این همه سال ذکاوت و سنش هم بالا است حالا این توپ رو لاشخوری گرفتن از ما تیمو یه گل بزن حال کنیم برو 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 بچه آهنگی داره پلی میشه از وای این آهنگ کلاسیک فیفا 14 بود چه عشق میکرد جان نیومن لاو می اگین نمیدونم یه ایتا لاو می اگین چیشو من با چیز شوت زدم با چیز شوت زدی با بی میشه دی اونم اینجا چون زمین کوچیکه به شوت تبدیل میشه آمبولانس داره رد میشه خیابونه پشتمون مسکه خیلی زمینش به حاله به حال خیلی هم بچه ها خوب پاس میدن اگه توجه کنی اوه بابا بلم بده این تلسو بگیر اما شالله کیمی چقدر خونه چقدر کیمی چو دوست دارم آره خدای منچستر یونایتد اون سالا رو یادت تبز و اینا بودن من آره واقعا اون یه مدتی که فرگوسن بود واقعا چقدر اصلا یه تیمی بود یه آره. تیم دوست داشتنی و بعد میترکوندن آره. بعد فرگوسن منچستر نبود منچستر اوله بعد تراختور منچستر اوله دیگه منچستر نه چی شد برو بریم چرا آقای فردوسی پور میخند الان تو هنوز یه نفرت بیرونه آره دیگه من الان ما 3 به الان 4 به 5 این در است با دروازه بان آهنگ چه لنگی باز میکنه تیر دروازه تیرم دروازه مانوئل نویر باز میشه و در دستان بازی مانه بخاره او برو بریم نکرم بی و نشانک بابا بله با دروازه‌بان اقدام میکنم من همونطور که دیدی ببین پژمان 2 دقیقه و 20 ثانیه فرصت داری گل بزنی بزن خودت تو گل خودت گل نخوری زدی با این بابا چی بزن دیگه بابا چی بزن یه حالی بابا تمومه دیگه پژمان متاسفم ولی تمومه بزن بابا ببین یه مونگولی هم میزنن یه ذره ببین کلا اینجا یه ذره کنترل بازیکن‌ها با اونی که تو الان دست عقب بازی کنی فرق داره یعنی کلا نسبت به کیکاف واقعی این ولتا یه ذره سیستم کنترل آره. فرق می‌کنه همه‌شون بهتر بود مثلا یه ترنینگ ریزی آدم قبلش بزنه که یه آماری داشته باشه دیگه یا حالا یا نداره یه یا چیز و یا اقبال دیگه یا چیز و یا اقبال یا چیزم و یاد اقبال وای رو دیگه کاش واقعا من دفاع نمیذاشتم اما تو این بازی پاس بده رودیگر یه پاس بده به ورنر و تمام
به عشق شما بچه های گل، رفیقای گلم، این گل تاریخی رو تقدیمتون میکنیم از تیم ورنر. حالا که اینو گفتش بعد از این که این ویدیو تموم شد، مثلا تیم ورنر گذاشت کیمیچ رفت بیرون، یعنی اونجوری یه دونه از اتک میره یه دونه از دفاع میره. آها که منطقی باشه. آره دیگه. حالا اینو بهش میگن پاس دیواری، اینو بهش میگن مثلا هر کجا نشان از موفقیت هست اسم چلسی میدرخشد. دفاع چلسی تو آلمان، حتی ورنر هم باز بازی کنه چلسی. بزن دیگه بابا، بزن دیگه، بزن، ما رو قهقرا بردی بابا. خداییش نمیخوره دیگه نویره. منم که میرم پاس میدم، نمیدونم چرا به اونا، یکم به دیوار علاقه دارم. یکم با نویر بیایم جلو ببینیم چه خبره. یه این دیگه اوج توهینه بچه ها. او بره یه گلم بزنه. بله گل بزن، گلو دیگه خیلی گل بزن، گل بزن با نویر، بزن لاش خواه نویر رو مستوم کنین پدست. این فرصت داری تا اون بره بزنی دیگه. گفتی با آردو بزنم، با الدو زدم. الدو زدی. آره چی زد؟ چی؟ خودش میره بیرون حالا مثلا. آره دیگه چی رفت بیرون. من یک پسرخاله دارم شبیه اسمش تیه. خدایی داده خواهم، خدایی خوب دیده. آره ولی هیچ کی نویر هیچ سالی برای من نمیشه دارم. نویر رو قلبن دوستش دارم. 8 ثانیه آقا زدی زدی این آردو، اینو باید آوانس میدم. نه دیگه، دیگه دروازه‌بان هست که اونجا نزن دیگه. آها موقع دروازه نبود تونستی بزنی. اون دفعه با الدو زدم اصلا. آقا مبارک باشه این بردن، ما تبریک میگیم. 2-1 باز بهتر از 4-0. اونم هیچ بود. آره 5-0 بود. نه 4-4 5 بود بابا. 4 تا زدیم، 4 تا زدیم. آره 3 تا لوکاکو یه دونه ورنر، یه 5-2 قبلا داشتیم که اون حساب نیست. خیلی خب بچه ها، این هم از فیفا 22 و اپیزود مورد علاقه حاج سهن. قربون همه تون، همون دیدین دوتا مچ خیلی خفن و ترتمیز زدیم. بله خیلی ترتمیز زدیم دیگه. در کل جمعنی کل این ساعت به این فور بخواییم داشته باشیم. حالا بالدی با دو سده مچ اونقدر نمیشه تشخیص داد، ولی دیگه دروازه اون رو دیدیم دیگه خیلی چیز سوپرمنی شده بودن، همه چی رو میگرفتن و پیس بازی خیلی کمتر شده. یعنی حالت اینکه پاسکاری خیلی مهمتره، هر چی بیشتر پاسکاری بکنین بهتر میتونین نتیجه بگیرین. بخش آلتیمیت همون چیزای جدیدی بود، بقیه باز همونن. هممون هم بهش آلتیمیت بازی میکنیم بیشتره، یعنی کس فیفا بازی بازن. آره دیگه بخشای بقیه هم همونه، یعنی پرو کلاب و کریر اینا هیچ موقع به اینا بیشتر از اون چیزی که واقعا باید برسه ای متاسفانه نمیرسه، و چون فقط از آلتیمیت پول در میاره بیشتر تمرکزا رو میذاره اونجا. ولی همیشه این کارو توی تمام بازیای در واقع فیفاش میکنه، اینکه هر نسلی که به نسل بعدی انتقال پیدا میکنه کلی روی انجین گرافیکیش کار میکنه. و اگه الان برین شما توی بازیایی که بازی میکنید خودتون، حالا در واقع موقعی که بازی ریلیز میشه، به موها توجه کنین، به تکسچرهای روی صورت توجه کنین، به دیتیلایی که چقدر دقت شده. مثلا صورت مسی رو من دیده بودم که موهاش مثلا تار به تار موهاش انگاری داشت رندر میشد و در واقع پردازش میشد. خیلی این چیزاش باحاله. خب خیلی هم خیلی کسا هم هستن به این موضوع توجه میکنن. قبلا اگه فوتبال یاد بشه بازی میکردیم یه چهار تا مربع بودن که خیلی برای ما فرقی نداشته. من حالا زمان سگا یه فیفا 92 بودش، من یه موسیقی من دیگه به اونا قد نمیدونم. آره پاس میدادی اونجوری میگه بلوپ بلوپ. اصلا یه چیز خنده داری بود. ولی الان دیگه ببین نسل به جایی رسیده که وقتی خودشون میان بازی میکنن. واقعا همینه. و واقعا ببین اون موقع با کمترین چیزا هم ما حال میکردیم و راضی بودیم. الان ولی باز هر کاری هم میکنن باز ما یه باز یه ایرادی میخوای بگیری دیگه. میدونی سطح توقع رو همه بردن بالا، و اینکه دیگه اصلا نمیدونی توقعت باید کجا باشه. یا دیگه باید به یه جایی برسه که دیگه خود انسان رو اونجا ببینی دیگه. نمیدونم. اگه بازی گرافیکشون هم شکلی باشه با مزه‌تر باشه دیگه. خلاصه اینجوری شما اگه میخواییم برین فیفا رو بازی بکنین، حالتمون به قول معروف اون قبل از بازی اون 10 ساعت رو بعد برین EA Play یا همون EA Access رو خریداری بکنین، که هم روی کنسول هستش هم روی PC میتونین این کار انجام بدین. اگه نه که 4-5 روزی صبر بکنین خود بازی ریلیز میشه، میتونید برید حالشو ببرید. این کوکولی هم که اینجا بچه های فوتبالی ببینم سن چقدر دیگه فرصت دارن تا بازی کنن. ببین این بازی که هستش فعلا تا وقتی خود بازی رسمی ریلیز بشه، یعنی مثلا کلا اینو دارن،
با کسی که ای پلی دارن وقت نیازی خود بازی رو داشته باشی، فقط اگه ای پلی داشته باشی میتونن. یه نکته ای ولی فکر میکنم داره که اینو بهش اشاره کنیم، کسی که ای پلی رو دارن این بازی رو میتونن هر موقع خواستن اجرا کنن، ولی فکر کنم حق دارن یه ساعتی رو بازی کنن، یه مقداری رو بازی کنن. دقیقاً همین. دیگه عزیزم لایک یادشون نره، لایک که یادشون نره هیچی، وقت سابسکرایب رو یادتون این کانال رو بزنین، سابسکرایب بکنین. اگر حال کردین، اگر دوست داشتین، نظری داشتین، چیزی خواستین یه ویدیو یه بازی دیگه ای بازی کنیم، برامون تو اون کامنت ها بنویسین. حال میکنیم ما. دم همتون گرم، دوستتون داریم. خدا حافظ. آلا بی